بینندگان گرامی سلام و وقت بخیر، به یک برنامه خبری تازه از دری میدیا خوش آمدید. منابع از توافق تازه ایران و طالبان مبنی بر تبادل اطلاعات میان مقامات حکومتی دو طرف خبر دادن. همزمان با این یک فرمانده مرزی ایران میگوید که 3 کیلو تریاک را از معده های 3 قاچاقچی افغان در مرز ایران و افغانستان بیرون کشیدن. در همین حال طالبان بر ریچارد بنت گزارشگر سازمان ملل در امور افغانستان اجازه ورود به کشور را ندادند. همزمان با این مولوی هبت الله آخوندزاده به والیها دستور داده است تا شریعت را تطبیق کرده و عقاید مردم را اصلاح کنند. در همین حال رمضان بشردوست میگوید که طالبان باید میکانیزم تعیین رهبر و انتخاب وزیران را مشخص سازند. همچنین شماری از نمایندگان مردم در کابل با مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی نخست وزیر طالبان دیدار کرده و از کمبود شدید آب شکایت کردند. با ما باشید و از جزئیات این اخبار و چندین گزارش تازه و مهم دیگر آگاه شوید. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان میگوید که ریچارد بنت گزارشگر ویژه حقوق بشر ملل متحد برای افغانستان برای پروپاگند علیه افغانستان زیر اداره طالبان استخدام شده است و برای دولت طالبان یک چهره معتبر نیست. آقای مجاهد در تازه ترین اظهاراتش افزوده است که آقای بنت را از افغانستان اخراج کردن و دیگر اجازه ورود به کشور را ندارد. آقای بنت علی آمدنش در افغانستان هم ممنوع شده، از همین خاطر که او به خاطر پروپاگاند علیه افغانستان معذب شده بود و کسی نیست که معاصر صحبتهایش باور بکنه. به گفته آقای مجاهد حقوق زنان در افغانستان در چارچوب شریعت اسلام تأمین است و همکنون 22% از کارمندان اداره آنان را زنان می سازند. در همین حال یک فرمانده نیروی مرزی ایران در تایباد روز گذشته 20 آگوست گفته است که از معده 3 افغان 217 بسته مواد مخدر را پیدا و بیرون کشیده است. حسن رمضانی گفته است که بسته های بلعیده شده در مجموع 3 کیلو 332 گرم وزن دارد. با گفته رمضانی مرزبانان ایرانی هنگام بازرسی مسافران در بخش ورود به ایست و بازرسی هفته شهریور در هنگ تایباد این قاچاقچیان را شناسایی و دستگیر کردند و افزود است که در عملیات دیگری در بازرسی از یک شهروند افغانستان حدود 400 گرم مواد مخدر از نوع تریاک به طرز ماهرانه‌ای در داخل کفش جاسازی شده بود کشف شده است. همزمان با این معاون ستاد مبارزه با مواد مخدر ایران پس از سفر به کابل اعلان کرده که ایران و طالبان در زمینه تبادل اطلاعات برای ضربه زدن و بانت‌های بزرگ قاچاق مواد مخدر به توافق رسیدند. محمد زارعی تاکید کرده است که مبارزه با مواد مخدر به صورت هدفمند انجام خواهد شد. او گفته است که دو طرف برای تشدید این مبارزه اطلاعات خود را با یکدیگر به اشتراک خواهند گذاشت. از سوی هم مولوی هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان روز گذشته 20 آگوست در دیدار با شماری از والیها گفته است که آنان باید نظام اسلامی را مستحکم و شریعت را اجرا کنند. رهبر طالبان به والیها گفته است که تا به اصلاح عقیدتی مردم توجه کنند و به هیچ کس اجازه انجام کارهای غیر شرعی را ندهند. که با افغانستان که به اسلامی شرعی سوچا نظام برد رهبر طالبان علاوه کرده است که والیها باید با علما رابطه خوب ایجاد کنند و از آنها در تنفیذ دین مشورت بگیرند. در همین حال از بدخشان خبر می رسد که یک عضو طالبان در والسفالی یمگان این ولایت از سوی افراد ناشناس در شب سه‌شنبه هفته جاری کشته شده است. به گفته منابع این عضو طالبان
فیض الحق نام داشت و به عنوان آمر مالی فرماندهی امنیه ولسوالی یمگان ولایت بدخشان کار می کرد. مقامات طالبان اما تا کنون کشته شدن این عضو خود را تایید نکرده و هیچ گروهی تا کنون مسئولیت حمله این رویداد را به عهده نگرفته است. همزمان با این دکتر رمضان بشردوست در تازه‌ترین اظهاراتش گفته است که نظام طالبان با چالش‌هایی روبروست و افزوده است که در نظام طالبان مشخص نیست که اگر رهبر طالبان بمیرد چه کسی و بر اساس کدام روش باید جایگزین گردد و افزوده است که در مورد انتخاب وزیران و اینکه افغانستان به چند وزارتخانه نیازمند است باز هم یک میکانیزم روشن و مشخصی وجود ندارد و گفته که بشردوست در این زمینه ها نیاز است تا کارهای جدی صورت گرفته و یک کابینه مسلکی و علمی تشکیل گردد. حکومت ساخته شود، حکومت مسلکی علمی. افغانستان چند وزارتخانه نیاز دارد؟ 10، 12، 20، 22، 28. در همین حال شماری از مردم ناحیه 15 شهر کابل در دیدار با مولوی عبدالکبیر معاون رئیس الوزرای طالبان خواستار رسیدگی فوری و مشکل کمبود آب در این ناحیه شدند. این مقام طالبان روز گذشته 20 آگست و در دیدار با نمایندگان مردم گفته است که مشکل کمبود آب آنها به زودی حل خواهد شد و کار در این مورد آغاز شده است. گفتنی است که حکومت پیشین افغانستان برای حل مشکل کمبود آب و برق شهر کابل پروژه ساخت بند شاه و عروس را راه اندازی کرده بود. از سوی هم منابع محلی در قندهار میگویند از مسافرینی که قصد سفر از این ولایت به ایالت بلوچستان پاکستان با استفاده از مرز چمن را دارند اخاذی‌های غیر قانونی صورت می‌گیرد. منابع افزودند که پلیس پاکستان از هر فرد از 2 تا 10 هزار روپیه پاکستانی پول می‌گیرند. شماری از شهروندان کشور از مقامات طالبان می‌خواهند تا به این موضوع رسیدگی نمایند. دوستان گرامی، به پایان برنامه کنونی رسیدیم. از اینکه تا این دم با ما همراه بودید سپاسگزاریم. بینندگان عزیز، جهت آگاهی از تازه‌ترین و موثق‌ترین خبرها و گزارش‌ها در مورد افغانستان و جهان لطفاً ویدیو را لایک نموده و از چینل ما بازدید نمایید. ما تلاش می‌کنیم تا تازه‌ترین اتفاقات مهم افغانستان و جهان را بدون جانبداری و بدون قضاوت با شما در میان بگذاریم. تا برنامه‌های بعدی، الله نگهدار.